سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز هم طبق معمول تعدادی از شعرهای خودم رو براتون میخونم، به خصوص که دوستان اصرار دارن که بیشتر شعر بخونم. خیلی متشکرم از لطفتون. تصویر یاران خواهند کی برچید این زنجیرها را، روزی که انسان بشکند تقدیرها را. کی یاس پیر خانه خواهد شد شکوفان، روزی که گنجشکان خورند انجیرها را. کی عاشقی را بوسه می بخشد عزیزی، روزی که دیگر نشنوی آژیرها را. تصویر یاران کی نشاط آرد به جانها، روزی که بتوان دید آن تصویرها را. کی دل گشایش یابد از روح طبیعت، روزی که بگشایند بی تقصیرها را. این غزل کوتاه به اسم بیکی کجا در پاریس سروده شده در 1997. من آن بی زمانم در فضایی که از من نیست، گذر در کجایم در کجایی که از من نیست. گذر زی کجا بودم که کی در کجا گم شد، چه یاوست کی جستن به جایی که از من نیست. چه گم کرده ای دوری خدایی که از اویم، چه وحشت به شیپوری خدایی که از من نیست. چو خاکستری در مشت مرا بار منت کشت، که هر دم فرو بردم هوایی که از من نیست. کسیم از بن دندان صدا می زند هر آن، صدایی که در من هست، صدایی که از من نیست. این غزل رو هم برای قلم سرودم و در اینجا میخونم. به ذات رویش ای قلم تو از کدام دانه ای، که بر درخت زندگی عزیزتر جوانه ای. به بینشان ترین بهار شهر بینشان تو را، که بود باغبان و از چه باغ بینشانه ای. آتش فرو نشانده کدام شط آتشی، که آب را ترانه ای، که شعله را زبانه ای. اگر به باد و تندری فروغ سایه گستری، وگر به کام آتشی سرود عاشقانه ای. به زیر پا نهاده سر به پاس عشق و آشتی، به جنگ اگر روانه ام روانه ای روانه ای. تو پای پوگش منی، روان روگش منی، زبان گویش منی. ترانه ای ترانه ای، ودیعتی ودیعتی، چراغ آدمیتی، شب زبان بریده را زبانور زمانه ای. ز مهر و عقل حاصلی، همه دلی و عاقلی، از آن کمان کینه را نشانه ای نشانه ای. به رغم جهل می روی، روان و سهل می روی، برو که نیست جز خرد تو را به این بهانه ای. که از آن سوی مغاره ها به دامن هزاره ها، شرار بیکرانه بر شبان بیکرانه ای. خب یکی دوتا غزل عاشقانه هم بخونیم.
غرقم به کار عشق که چون میبرد مرا، بیشک به مرزهای جنون میبرد مرا. میخواندم به عرصه آوردگاه خیش و از راه دل به وادی خون میبرد مرا. مانداب عافیت نه سزاوار عمر ماست، شادا که دست مهر برون میبرد مرا. امواج دور دست سلامی زنند و او، نزد صفای آینه گون میبرد مرا. گمگشته گذشته هم‌آواز آرزو، آینده را به شهر کنون میبرد مرا. خوش میبرد مرا و از این خوشتر آن که وی، پاک از میان مردم دون میبرد مرا. با چتر شوق و شاخه صلحش در اهتزاز، نیک از کنار خیل هرون میبرد مرا. هرگز مباد تا خبر آید که روزگار، در اضطراب خود به سکون میبرد مرا. اگرچه خلوت خاموش انزوا دارد، به دست توست که ساز دلم نوا دارد. بزن که می سترد زخمه تو زنگ از دل، بگو که آینه از گفتنت صفا دارد. چراغ کوچه بی انتهای راه منی، بتاب که از نگهت کوچه روشنا دارد. چنان هوای تو می خواندم به دریاها، که دل خیال پریدن در این هوا دارد. مرا در این سوی ساحل نگاه صخره و موج غریبه است که پیغام آشنا دارد. سرشتند وجود مراز دوری و مهر، وجودم این غم دیرین مگو چرا دارد. تو آن گیاه فرارسته خیال منی، تو آن گیاه فرارسته خیال منی که در حضور زمستان شکوفه ها دارد. خیال بود در آن ابتدا که انسان بود، خیال بود در آن ابتدا که انسان بود. خیال دارد اگر آدمی خدا دارد. جهان بناست بر این بویه های خرد و بزرگ، بشر هر آینه شهری به ناکجا دارد. بشر هر آینه شهری به ناکجا دارد. و این شعر آخری رو هم براتون میخونم با الهام از یک بیت استاد بزرگ دوران ما، علی اکبر دهخدا، که گفته بود: مانا به یک از زاویه خانه حریقی است، هین جنبشی از خیش که از اهل سرایید. وقت است که از این خواب گرانبار درآیید، زین خواب گرانبار دگر بار درآیید. زنجیر خرافات ز تن در گسلانید، آفات بروبید و سزاوار درآیید. مسحور سرابید و زبان بسته پندار، هان سحر بسوزید و ز پندار درآیید.
این هروله دین همه یغمای شما راست. از چنگل یغماگر بدکار درآیید، چون روح سحر ظلمت ظالم نپذیرید. چون روشنی از بام شب تار درآیید، از دام گریزید و به اقدام گرایید. با جهل بشورید و به اظهار درآیید. بار دیگر افتاده در این خانه حریقی، با خانه سیاوش صفت از نار درآیید. دیریست که بازیچه ابلیس لعینید، از لعنت این عصر خداوار درآیید. ایران شما هستی انسان شما بود، هستید اگر از لوس لجنزار درآیید. ای خفت زمیران خرد مرده این خاک، از بستر مرگ آگه و بیدار درآیید. خود حجت خیشید چون این در نپریشید، جمعید به جمعیت بسیار درآیید. تا شاد برقصید به ستخان ستمبر، از بند ستم رسته و هوشیار درآیید. آینده فرزند شما در کف دزد است، هان سد ره دزد تبهکار درآیید. دین نیست، خدا نیست، بهانه است، بهانه است. این قلعه بکوبید و از آوار درآیید. گم گشته گولید که در موکب قولید، با خیشتن از خیش خبردار درآیید. این حق شما نیست که در وهن بمیرید، حق است که با وهن به پیکار درآیید. فریاد شما صلح جهان راست سرودی، آزاد و سراینده به بازار درآیید. آزادی اگر نیست، امیدی به بشر نیست. آزادی اگر نیست، امیدی به بشر نیست. با مردم آزاده مددکار درآیید. شاد و سرفراز و پیروز باشید. حتما یادتون هست هفته پیش من درباره نصرت رهبانی صحبت کردم و خصلت‌های شاعرانش رو برشمردم، بعضی از خاطرات ازش، که این آدم به چیزی که در دنیا بیش از هر چیز دیگر تعلق پذیر هست، یعنی پول، تا چقدر بی‌اعتنا بود. بعدها البته خب معروف بود که نصرت رهبانی فقط شعر میگه. یک روزی مجید دوامی که اون موقع سردبیر روشنفکر بود بهش پیشنهاد کرد که تو از شعر گفتن نمیتونی پول در بیاری و زندگی تو اداره کنی، بیا و داستان بنویس. و او شروع کرد به داستان نوشتن و داستانهای مختلفی مینوشت، داستانهای خوبی هم مینوشت. بعضی از داستاناش متوسط بود، بعضی از داستانهاش خوب بود، ولی به هر حال این کار رو مدیون مجید دوامی بود که باعث شد که یک درآمد مستمر دائمی از نشریات مختلف به دست بیاره. بعد از اینکه آقای مجید دوامی روشنفکر رو ول کرد و رفت به زن روز، با وجود اینکه خب جزو تیم زن روز داستان نویسی سان خوب خیلی زیاد بود، از جمله منوچهر مطیعی، از جمله منوچهر کیمرام، از جمله خانم فریده گلبو، ولی نصرت رحمانی را با خودش برد و اونجا براش داستان می نوشت. وقتی که من رفتم به مجله تلاش، به نظرم رسید که
نصرت رحمانی میتونه کارهای جالبتری انجام بده. یک روز تلفن کردم به آقای مجید دوامی و ازش اجازه گرفتم که از نصرت رحمانی خواهش کنم که با تلاش کار کنه. با یک اشتیاق زیادی آقای دوامی پذیرفت که در اون لحظه دلیلش رو نفهمیدم، ولی خب بعدها دلیلش بسیار بسیار روشن شد بر من. آمد در اولین جلسه که آمد پهلوی من، شروع کرد به تعریف کردن که بله من این کار میکنم، این کار میکنم، این کار میکنم. گفتم که خب یه سوژه اولی چی؟ یه سوژه قشنگی که بگیره و صدا کنه. یه خود فکر کرد، گفتش که من دلم میخواد راجع به اسب در ادبیات ایران بنویسم. گفتم بسیار سوژه قشنگیست. گفت برای اینکه اسب نه تنها در داستانهای حماسی ایران جای پای فراوون داره، حتی در داستانهای عشقی، حتی در شعرهای لطیف هم جای پای اسب وجود داره و من میخوام همه اینها رو جمع بکنم و به صورت یک مقاله مفصل در بیارم. گفتم بسیار بسیار خوبه و اگر این کار رو بکنی به جز دستمزد یک کادوی کوچیک هم بهت میدم. و رفت. گفتم خب کی میایی و این مطلب رو میاری؟ گفت فکر میکنم دیگه حد اکثر یک هفته. در اون موقع خب طبیعتاً مجله تلاش مثل همه مجله ها، چون اون موقع مرسوم نبود و امکان فنی هم نداشت که تمام صفحات مجله رو شما بتونید به صورت رنگی در بیارید، چند صفحه رو معمولاً که ما بهش میگفتیم یه فرمش رو ما به صورت رنگی در می آوردیم و بقیه همینطور سیاه‌سفید بود و اون فرم رنگی تمام اون عکس‌های رنگی و مطالب رنگی درشون چاپ می‌شد و بعد همراه مطالب دیگر مجله اون قسمت‌های چاپیش و حروفیش و مطلب رو پهلوی عکس‌ها گذاشته می‌شد، چاپ می‌شد و می‌رفت. خب به هر حال چون خودم هم تحت تاثیر این سوژه قرار گرفته بودم، از نقاشمون خواهش کردم و از آرشیومون هم خواهش کردم و یه مقدار زیادی عکس‌های بسیار زیبای اسب پیدا کردیم و فرستادیم و تنظیم کردیم و صفحه بندی کردیم عکس‌ها رو و فرستادیم و فرم رنگی چاپ شد. فرم رنگی چاپ شد و حالا منتظریم که آقای نصرت رحمانی شاعر نامدار بیاد و مطلبش رو بده. قول داده بود برای یک هفته. خب ما یک هفته ای صبر کردیم، یک هفته دیگه هم صبر کردیم، یک هفته دیگه هم صبر کردیم. حالا روز انتشار تلاش داره نزدیک میشه و فرم رنگی را ما چاپ کرده ایم و منتظریم که مطلب ایشون بیاد چاپ کنه. نیامد و بالاخره ما مجبور شدیم که یک مقدار اشعار راجع به اسب و اینجور چیزا تنظیم بکنیم از این ور و اون ور. تمام صفحات رو واقعا به معنی واقعی پر کردیم. حالا اگر که خوانندگان خوششون اومد از عکس و مطلب اسب و شعرهای مطلب و اونی حرف دیگریست، ولی اون چیزی که ما انتظار داشتیم نبود. مجله چاپ شد و رفت. دو روز از انتشار مجله گذشته بود، یه دفعه دیدم که آقای نصرت رحمانی پیدا شد. خب بندم طبیعی است که بسیار بسیار عصبانی تمام نقشه ها و هدف های ما رو برای شماره خاص مجله تلاش که به مناسبت ورود آقای نصرت رحمانی به هیئت تحریریش هم یه مقدار لیلی به لالاش گذاشته بودیم، خیلی عصبانی شدم و اومد تو و تا نشست من پریدم بهش که نصرت تو متوجه نیستی، کار نمی کنی، حالا اون به جهنم دست من تو خمیر میگذاری، کار من چه کار بکنم؟ تو متوجه نیستی که مطبوعات بالاخره یه روشی داره، ما الان تکنولوژی کشورهای خارج رو که نداریم که بتونیم سریع کار بکنیم. اینطور تون 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 و این نصرت رحمانی هم بیدم مثل یک بچه 4 ساله سرش انداخته بود پایین که مثلا من از خجلت نمیدونم چی بگم. ما تمام
فحش و ناسزا که البته جرأت نمی‌کرد کسی به نصرت رحمانی فحش بده، ولی خشم و غضبمون رو سرش خالی کردیم و اون ساکت نشسته روی اون صندلی، منم نشستم پشت میز و هر دوتامون اخمالود و او البته در این حال اخمالود یه خوردم خجل. بعد از یه مدتی من پیش خودم فکر کردم که خب بالاخره نصرت رحمانی نصرت رحمانی است دیگه، ما هممونم نصرت رحمانی رو میشناسیم و با روحیاتم آشنا هستیم، اگر که در این مورد گرفتاری پیش آمده و من معطل شدم بیشتر تقصیر خودم بوده، من باید میدونستم که نصرت رحمانی تا وقتی یک مطلبی رو نیاورده و به تو نداده نمیتونی روش حساب بکنی. خب اشتباه من بود است و بالاخره از همه اونها گذشته بالاخره نصرت رحمانی شاعر بزرگی است. بعد از یه مدتی گفتم که خب نصرت حالت چطوره؟ سرشو بلند کرد، نگاهی به من کرد و گفتش که خشم جناب عالی فرو ریخت. با اون لحجه خاص خودش و کلمات روش من صدام بخنده. بعد گفتش که ببخشید، خشم جناب عالی در حدی فرو ریخته است که بشود با شما شوخی کرد؟ منم گفتم گفت مرد حساب این سلمونی چیه تو پیش میری؟ این سر چیه برات ساخته؟ این شدی این یک بچه قاس، موی سر تو اینجوری که نمیذارم. به هر حال شروع کردی به خندیدن و وقتی که خنده ها فرو ریخت و بالاخره مسائل حل شد و بعد از اونم خب البته نصرت رحمانی خوب کار کرد، برای ما دوستا مطلب خوب نوشت، ولی در اونجا و در اون حالت خشم و ناراحتی من متوجه شدم که چرا آقای مجید دوامی از اینکه آقای نصرت رحمانی رو به من تحویل داده راحت شده و یک نفس راحت کشید. نصرت رحمانی با تمام ذوقش با تمام قدرت ادبیش واقعا آدم رو ذله می کرد و آدم دستش هم به هیچ جایی بند نبود. هر کدوم از افراد بالاخره یه خصوصیات خوب دارن و یه خصوصیات بد. نصرت رحمانی نمیخوام میگم خصوصیات بد داشت، نصرت رحمانی شاعر بود، شاعر هم و شاعر واقعی بود و همونطور گفتم شاعرترین شاعر ایران بود و از کسی که شاعرترین شاعر ایران است آدم از این انتظارها فراوان داره. بعد از انقلاب خب طبیعی است که ما آمدیم بیرون، مدت که زندان بودم بعدم از مدتی هم مخفی بودم و بعدم اومدم خارج، دیگه من نصرت رحمانی رو ندیدم. دورا دور ازش خبر داشتم که به کلی تمام روحیه خودش از دست داده، آدم گوشه‌گیری شده و دیگه هرگز هم هیچ شعری من ازش نخوندم. یعنی انقلاب اسلامی ایران ذوق و قریحه ادبی این انسان فوق‌العاده توانا رو به کلی از بین برد. متاسفانه کار دیگه ای هم نمیشد کرد. شنیدم که تمام کارهای مطبوعاتی رو ول کرد، لابد کسی هم حاضر نبود ازش مطلبی چاپ بکنه. برگشت مدتی در رشت زندگی کرد و بعد دوباره به ایران برگشت و در نهایت تلخی ایران یکی از بهترین شاعرهای خودشو از دست داد. جامعه ایران چقدر داره خالی میشه از ذوق، از قریحه، از ادب، از هنر. نه اینکه در ایران هنرمند نیست، هنرمندان ایران یا از ایران گریختند یا به درون لاک خونه خودشون پناه بردند و هیچ کاری نمی کنند.
خداوند عاقبت ایران رو به خیر بکنه. ده سال پیش در شبانگه اول آذر 1377 آدم کشان حکومتی از دیوار خانه فروهرها بالا رفتند و داریوش و همسرش را با ضربات کارد و چاقو تکه پاره کردند. در این 18 سال نه تنها کمترین اقدامی برای تحقیق و تعقیب قضیه از سوی مراجع دولتی یا مراجع قضایی صورت نگرفته، بلکه اجازه برگزاری مراسم یاد بود نیز به بازماندگان داده نشده است. داریوش فروهر متولد دیماه 1307 بود و به هنگام مرگ 70 سال داشت. من او را از زمان جوانی می شناختم، زمانی که دانشجوی حقوق بود و در همان حال پرچم رهبری حزب پانیرانیسم رو بر دوش می کشید و فریاد یا مرگ یا مصدق سر می داد. آرمان مصدقی خود رو داریوش تا پایان عمر حفظ کرد و دست آخر قربانی همین آرمان شد، در حالی که خود او از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی به شمار می رفت. فروهر مانند بازرگان و سنجابی در پاریس به دیدار آیت الله خمینی شتافت و زمانی که دکتر غلام حسین صدیقی آمادگی خود را برای تشکیل دولت ملی اعلام کرد، با وجود احترام و ارادتش به آن مرحوم، همزبان با دکتر سنجابی و مهندس بازرگان به مخالفت برخاست. همراه با همسرش به منزل دکتر صدیقی رفت و گفت اگر بخواهید برای قبول نخست وزیری از خانه بیرون بروید، باید از روی نعش من و پروانه عبور کنید. در کابینه مهندس بازرگان، فروهر وزیر کار و سپس وزیر مشاور شد، اما از نخستین کسانی بود که دریافت جمهوری اسلامی آن حکومتی نیست که او و امثال او خوابش را می‌دیدند. تدریجاً از حکومت و حکومتگران فاصله گرفت و به جمع منتقدان و معترضان پیوست. آخرین بار من او را در پاریس دیدم. حدود یک سال قبل از کشته شدنش بود. در سفر اروپا یکی دو هفته هم در پاریس اقامت گزید، بیان که هدف سیاسی داشته باشد. شبی در منزل یکی از دوستان مشترک مهمان بودیم. آقای دکتر سیروس آموزگار هم حضور داشت. در اتاق پذیرایی من و فروهر کنار هم نشسته بودیم. میزبان که همون ایام از سفر سوئیس بازگشته بود، جعبه شکلات در دست اتاق را دور می‌زد و از مهمانان پذیرایی می‌کرد. فروهر از خوردن شکلات خودداری کرد. من به او گفتم شکلات سوئیس است، چرا نمی‌خوری؟ گفت به دلیل اینکه از سرنوشت دکتر بقایی درس گرفتم. من هم مثل او در آستانه دیابت هستم. میدانی که دکتر بقایی رو وقتی گرفتن و به زندان انداختن، چون حاضر نبود به سوالاتشان پاسخ دهد، مانع آن شدند که انسولین به او برسد. این سخت‌ترین شکنجه
برای زندانی مبتلا به مرض قند است. نتیجه این که شب و روز درد می کشد و تحلیل می رود تا مرگش فرا رسد. من می دانم که دست از سرم بر نخواهند داشت و هر زمان ممکن است بگیرند و به زندانم بیاندازند. با وجود اینکه 14 سال زندانی رژیم پیشین بودم و از بند و زندان نمی هراسم، از چنین شکنجه وحشت دارم و می کوشم قند خونم بالا نرود. بعدن وقتی از چگونگی قتل فروهر با خبر شدم، این خاطره به یادم آمد و با خود گفتم ای فغان، ببین سرنوشت چه بازی ها می کند. داریوش از این می ترسید که اگر بازداشت و زندانی شد، او را با قطع انسولین زیر شکنجه قرار دهند و تصور نمی کرد شبانگاه به خانه اش بریزند و خودش و همسرش را در رخت خواب با کارد و چاقو تکی پاره کنند. آری، این رفتار حکومتی است که رژیم گذشته را به شکنجه دادن زندانیان متهم می کرد و یکی از دلایل همصدا شدن طرفداران حقوق بشر با مخالفان رژیم در جریان انقلاب همین اتهام بود. میرسد به روزی که حکومتگران بعد از انقلاب هم با پرونده‌ای به مراتب قطورتر در برابر دادگاه تاریخ قرار گیرند. چون نام دکتر بقایی به میان آمد، به جا خواهد بود که از آن مرحوم هم ذکر بشود. دکتر بقایی حدود 1 سال قبل از زندانی شدن به خارج سفر کرد. سفرش مطلقاً جنبه سیاسی نداشت. پیشاپیش خود را رسماً بازنشسته سیاسی اعلام کرده بود و به اصرار خواهرزادگانش که در آمریکا می‌زیستند راهی سفر شد تا در سال‌های پایانی عمر با بستگان و دوستان خود دیدار کند. در بازگشت از آمریکا 2 هفته در منزل خواهرش، همسر مرحوم مهندس رستگار، در لندن اقامت گزید و سپس به پاریس آمد و چند روزی هم مقیم پاریس بود. پیش از آن که به پاریس بیاید، دوستی از آمریکا به من تلفن کرد و گفت از تهران به او خبر دادند برای دکتر بقایی پرونده سازی شده و مقدمات بازداشتش در مراجعت به ایران فراهم آمده است. این خبر در لندن هم به خواهرش رسیده بود. خانم مهندس رستگار به من تلفن کرد و گفت برادرم به حرف ما گوش نمی دهد. تو سعی کن به هر زبانی شده او را متقاعد کنی که از رفتن به ایران خودداری کند. ما از امکانات کافی برای نگهداری از او برخورداریم و تا هر زمان که بخواهد می تواند اینجا بماند. با آنکه می دانستم دکتر بقایی چگونه آدمی است، به وظیفه‌ای که خواهرش بر عهده‌ام گذاشته بود عمل کردم. در جواب گفت وطن من ایران است و خانه من در تهران. زندگی من همان اتاق کوچک و همان کتابخانه است که دیده‌ای. من مثل فلان و بهمان نیستم که از خطر بهراسم و از وطن فرار کنم. بسیاری از جوانها در مبارزات سیاسی که من رهبری می کردم جانشان را کف دست می گذاشتند و به میدان می رفتند و هر خطری را استقبال می کردند. حالا در این سن و سال از خودم شرمم می آید که پشت به جبهه کنم و از خطر بگریزم. رفت
و با اتهام به جرائم موهوم بازداشت و زندانی شد. او را با نام مجعول محمد کتیرایی زندانی کردند و هر کس مراجعه می کرد جواب می شنید که ما شخصی به نام مظفر بقایی در زندان نداریم. روزی هم که بازپرس او را به نام مجعول مورد سوال قرار داد، از جواب خودداری کرد و گفت من مظفر بقایی کرمانی هستم و کسی را به این اسم نمی شناسم. یک سالی با اسم مجعول در زندان به سر برد و لب از لب نگشود تا جنازه‌اش را در حالی که جز پوست و استخوانی از آن مرد درشت اندام باقی نمانده بود به بیمارستان و از آنجا به گورستان انتقال دادن، در جایی که معلوم نیست کجا دفن شده است. در برنامه امروز می‌خواهم درباره شب سخن بگویم. شب عبارت است از مدت زمان میان فرو رفتن خورشید و برآمدن آن، یعنی زمانی که خورشید زیر افق است. ولی با رفتن خورشید به زیر افق تاریکی کامل نیست، چون جو نور خورشید را پخش می‌کند و نمی‌گذارد تاریکی کامل باشد. فاصله زمانی میان فرو رفتن خورشید به زیر افق و تاریکی کامل را نیمتاب میگویند، در انگلیسی توایلایت، در فرانسه کرپوسکول. در اخترشناسی شب مدت زمانی است که در آن تاریکی کامل است. از این رو تعریف پرسونی دقیقی دارد. مدت زمانی است که خورشید میان 18 درجه و 90 درجه زیر افق قرار دارد. به سخنی دیگر، شب اخترشناختی مدت زمان میان شامگاه اخترشناختی و سپیده دم اخترشناختی است. شب در برابر روز است. اگر روز نباشد شب نیست. شب و روز هزاران سال انسان را به شگفتی انداختند. از آنجا که نمیتوانسته این پی در پیایی شب و روز را توضیح دهد، آنها را به نیروهای متافیزیک نسبت داده است. امروز می‌دانیم که شب و روز زاییده چرخش زمینند به گرد محورش. این چرخش آغازی نداشته و نیروی متافیزیک آن را نیافریده است. خورشید نزدیک به 5 میلیارد سال پیش از درون میغی اندرختری پدید آمده است. این میغ یا سحابی با رنبیدن به روی خود خورشید و سیاره ها را به وجود آورده است. چرخش زمین یادگار این پدیده است. اگر نپاهنده فرضی بر فراز قطب شمال زمین بایستد، میبیند که زمین برعکس جهت حرکت عقربه های ساعت میچرخد. خورشید هم در همین سو به گرد محور خود میچرخد. همچنین سیاره ها در این سو به گرد خود میچرخند و به گرد خورشید میگردند، با چند استثناء که علت دارد. این چرخش ها و گردش ها همه یادگار پدیده فیزیکی هستند که در آن میغ اندرختری روی داده است. از آنجا که زمین به گرد محور خود میچرخد، آن بخش از زمین که رو به خورشید دارد پرتوهای خورشید را دریافت می کند. در آنجا روز است. آن بخش که پشت به خورشید دارد در درون سایه قرار گرفته که کره زمین جلوی نور خورشید پدید آورده. در آن بخش شب است. چرخش کره زمین این توهم را برای انسان به وجود آورده که این خورشید است که به گرد زمین حرکت می کند. با این حال انسان از دیرباز حد زده بود که ممکن است شب و روز از چرخش کره زمین باشند. نخستین کسی که این مینه ایده را پیش آورد اندیشمندی یونانی بود به نام فیلولاوس در سده 5 پیش از میلاد، ولی ارسطو گفته او را رد کرد و گفت با خرد سازگار نیست. بطلمیوس هم به پیروی از ارسطو این مینه را پس زد و گفت اگر زمین بچرخد بادها
زمین را ویران خواهند کرد. کسی که مینه چرخش زمین را جدی گرفت، اخترشناس هندی آریا بهاتا بود در سده پنجم میلادی. او حتی مثالی می آورد، می گوید همونطور که کسانی که سوار کشتی اند می بینند ساحل برعکس حرکت کشتی حرکت می کند، حرکت ظاهری ستارگان ثابت هم به سوی باختر غرب بر اثر چرخش زمین است و زمین باید از باختر به خاور بچرخد. اخترشناسان ایرانی و عرب هم درباره اینکه آیا آسمان است که میچرخد یا زمین نظرهای موافق و مخالف دادند. برخی از پتلمیوس پیروی میکردند و برخی از او انتقاد. مسئله این است که ثابت کردن چرخش زمین به طوری که در آن شکی نباشد کار آسانی نبود. کوپرنیک کشیش لهستانی در سال 1543 با آوردن این نگره نظریه که خورشید مرکز است و زمین به گرد آن می‌گردد، یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای تاریخ را سبب شد. او همچنین معتقد بود که زمین به گرد محورش می‌چرخد. گالیله دنباله این مینه را گرفت، ولی حتی او هم نمیتوانست بر پایه نپاهش‌ها به روشنی ثابت کند که زمین میچرخد. نخستین دلیل محکم را فیزیکدان فرانسوی گسپر کوریولیس در سال 1835 به دست آورد. در ارتش فرانسه توپچی‌ها می‌دیدند که وقتی گلوله را به هدف شلیک می‌کنند، گلوله به هدف نمی‌خورد، بلکه کمی منحرف می‌شود. کوریولیس پی برد که این پدیده به سبب چرخش کره زمین است. اگر در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک کنیم، گلوله به سوی خاور یا راست منحرف می شود. اگر به سوی جنوب شلیک کنیم، به سوی باختر منحرف می شود. ببینیم چگونه. از آنجا که زمین جامد است، هر نقطه آن با سرعتی به گرد محور زمین می گردد که به عرض جغرافیایی آن نقطه بستگی دارد. یک نقطه در روی استوا با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت یا 465 متر در ثانیه حرکت می کند. حالان که نقطه ای از قطب شمال که روی محور زمین قرار دارد سرعتش صفر است، حرکت نمی کند. پس وقتی که گلوله در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک می شود، به سوی نقطه ای می رود که سرعتش کمتر است، ولی گلوله سرعت اولیه خود را حفظ می کند و در نتیجه کمی به سمت راست یا خاور می رود. اگر در نیمکره شمالی به سوی جنوب شلیک کنیم، گلوله کمی به سوی باختر می رود. در روی استوا گلوله‌ای که به سوی خاور یا باختر شلیک شود انحرافی ندارد. کسی که توانست برای نخستین بار چرخش زمین را با آزمایش نشان دهد، فیزیکدان فرانسوی لئون فوکو بود که در نپاهشگاه پاریس کار میکرد. حتما از آزمایش بسیار معروف آونگ فوکو اطلاع دارید. فوکو این آزمایش را نخست در 3 فوریه 1851 در نپاهشگاه پاریس انجام داد و یک ماه بعد آن را در پانتئون به نمایش همگان گذاشت. در یکی از برنامه‌های پیشین در این باره سخن گفتم. علاقه‌مندان می‌توانند به ویدئوی آن بازگردند. از دیدگاه فرهنگی شب با برداشت‌ها و احساس‌های روانی خاصی درآمیخته است. چون تاریک است باعث ترس می‌شود، زیرا دزد و تبهکار و جانور وحشی و خطرهای ممکن دیگر می‌توانند در تاریکی شب کمین کرده باشند. باید توجه داشت که انسان هزاران سال تا پیش از اختراع برق توانایی بسیار کمی در روشن کردن شب داشته است. در فولکلور خرافی اروپا شب مترادف جادو و جادوگری بوده است، زیرا میپنداشتند که جادوگران شب قدرت بیشتری دارند. همچنین شب عرصه جولان وامپیرهاست، یعنی مردگانی که شب برمیخیزند تا خون خواب رفتگان را بمیکن. جلسه های خرافاتی احضار روح را هم در نزدیکی نیمه شب برپا می کردن یا باز هم در سده 21 برپا می کنن. همچنین پرهیب ها یعنی شبه ها همیشه شب فعالیت می کنن، شب کارن، یعنی شیفت کارشان شب است.
در شعر کلاسیک فارسی شب با بیم و فراق و هجران همراه شده است. حافظ: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هاگل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. سعدی: تو خود شب جدایی چه شبی بدین درازی، بگذر که جان سعدی بگداخت از نهیبت. باز هم سعدی: شب فراق که داند که تا سحر چند است. خاقانی: حال شبهای هجر خاقانی چون بخواهی از این و آن بشنو. باز هم سعدی: به چند حیله شبی در فراق روز کنم، مگر نبینمت آن روز هم به شب ماند. تاریکی مترادف ندیدن است که ندانستن، نفهمیدن یا اشتباه را به همراه دارد. به همین سبب است که شب گربه سمور می نماید یا شب پنبه‌دانه در می نماید. شب آبستن است تا چه زاید سحر. ناصر خسرو: و از غم او تنگ مکن نیز دل، صبر همی کن که شب آبستن است. اما درباره ریشه واژه شب، شب از فارسی میانی شب یا شب می آید، از فارسی باستان خشب، اوستایی خشپن یا خشفن، هم ریشه با سانسکریت کسب. در انگلیسی نایت با شب فارسی هیچ پیوند ریشه‌ای ندارد، هم ریشه است با نخت در آلمانی و هلندی. این واژه های ژرمنیک هم ریشه‌اند با یونانی نوکس به معنای شب، در لاتین نوکس. از این واژه لاتین واژه‌های فرانسه نوی، اسپانیایی نوچه و ایتالیایی نوت گرفته شدند. در اوستایی واژه‌ای دیگری داریم برای شب که با این واژه‌های اروپایی هم ریشه است. این واژه اوستایی نختر است. جالب است که این واژه اوستایی در کردی سورانی باز مانده. نوتک به معنای ظلمت، تاریکی. در فارسی ده ها واژه با شب ساخته شدند که توانایی شگفت‌انگیز فارسی را در واژه سازی نشان می‌دهند. شماری از این واژه ها که کسره اضافت ندارند و در فرهنگ خدا دیده می‌شوند اینها هستند: شباوا، شباهنگ، شبانه، شبان روز، شبنم، شباویز، شبافروز، شبانگیز، شبپره، شبو، شببیدار، شبپرست، شبپیما، شبپوش، شبتاب، شبتاز، شبچراغ، شبچره، شبخواب، شبخیز، شبخان، شبدزد، شبدیگ، شبزندهدار، شبشناس، شبدیز، شبفروز، شبکار، شبکلاه، شبکور، شبگرد، شبمانده، شبناله، شبنشین، شبنما، شبنورد، شبهنگام. این گفتار را با یک اشاره زبانی که دیگر به پایان می‌رسانم. در فارسی رسمی واژه روزگار را داریم که از روز و پسفند گار ساخته شده است، ولی شبگار از شب و پسفند گار نداریم. بد نیست بدانید که شبگار یا شوگار در لوری وجود دارد به معنای سراسر شب یا شب، و این دلیل دیگری است که فارسی میتواند و باید برای توانمندتر کردن خود از زبانها و گویش‌های دیگر ایرانی بهره بگیرد.